پیر ما گفت خطا بر قلم سو نرفت. حافظ. پیر ما گفت خطا بر قلم سو نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. درود به بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون اندیشه و برنامه ما زیر عنوان اندیشه و آزادی و انسان. انسانی که آزاد باید باشد برای اندیشیدن. دور از خرافه، با نگاه و بینشی خردگرایانه در جهت اصالت انسان. در جهت اصالت انسان. فلسفه معاصر، یعنی فیلسوفان اومانیست یا طرفداران اصالت انسان، با دین و باورهای دینی و اعتقاد به سوپر پاوری به نام خداوند دچار مشکل میشن. آقای نیچه میگه که گویا خبر ندارن که سالهاست خدایان مردن. مردن خدایان رو نیچه اعلام میکنه و باخ به طور کلی یکی از ضد مذهبی ترین و ضد دینی فلسفه معاصر. و کارل مارکس دین و مذهب رو افیون جامعه میدونه. زیگموند فروید به طور کلی باورمندان و مؤمنان و دین باوران رو بیمار خطاب میکنه. بعد نیست که در ارتباط با این مسئله یک نکته در جامعه شناسی مطالعه میکردم بین فیلسوفان، ببخشید، جامعه شناسان و مردم شناسان انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی. یکی از جامعه شناسان فرانسوی به نام لوی بران یک بخش از تحقیقات خودش رو روی جوامع عقب مانده اختصاص داده بود و بیشتر میرفت گوش و کنار جهان، قبایل و قبیله ها و عشایر یا اقوامی که هنوز به طور پریمیتیو و ابتدایی زندگی میکنن، زندگی اینا رو مورد بررسی قرار میداد. تخصصش روی انسانهای بدوی یا ابتدایی. یکی از دانشجویان او از این استاد سوال کرد که شما که روی جوامع عقب مانده، هندیکپت از نقطه نظر سوسیالیستی کار میکنید، وقتی که دو جامعه عقب مونده رو با هم خود مقایسه کنید، هر دو عقب مونده هستن، اما معیاری که باعث تفاوت عقب مونده تر یا عقب مونده ترین برای شما مطرح میشه چیز؟ پاسخ بسیار جالبی داد. گفت بین دو قبیله و یا دو قومی که پریمیتیو و عقب مونده هستن، اون جامعه‌ای که مذهبی تره عقب مونده تره. به عبارت دیگر، مذهبی بودن و یا دارای خرافات مذهبی یا باورهای خرافی داشتن معیار و عمق عقب ماندگی این جامعه رو از دیدگاه این جامعه شناس مطرح میکنه. بلافاصله این سوال مطرح میشه که سرمایه‌داری که کوشش میکنه که جهان سوم رو به طرف مذهب ببره، آیا هدفش اینه که مثلا کمونیست گریزی رو در جامعه جهان سوم گسترش بده، یا میترسه از نفوذ سوسیالیست و کمونیست در مقابل کاپیتالیسم، یا ای که به این بهانه میخواد جوامع رو با مذهبی کردن عقب مانده نگه داره؟ این سوالی است که باید روشنفکران و حتی نوع اندیشان دینی با دقت بهش توجه داشته باشه.
و دوستان میدونید رشته من روانشناسی و روانشناسی بالینی از در آمریکا پروفسوری شدم و ما مدت هاست کار پرکتیس رو نمی کنم و علاقه من شدم که رشته جدیدی رو در روانشناسی به عنوان سایکالوجی آف ریلیجن روانشناسی مذهب رو دنبال کنم و برای این کار روی ادیان مختلف و به ویژه اسلام و ادیان ابراهیمی یهود مسیحیت و اسلام تمرکز گذاشتم و سالها رو این کار کردم چرا که بر این باور هستم که برای شناخت جامعه باید باورهای دینی و باورهای مذهبی اون جامعه رو شناخت وقتی میگیم شناسایی لزوما این نیست که یعنی تایید بکنیم یا دنبالش بیفتیم نه باید جامعه مذهبی رو بشناسیم کارشناسان غرب انگیزه این که خمینی رو جای شاه گذاشتن دو هدف پشتش بود یک از کمونیست ها میترسیدن و روشنفکران ایرانی رو بیشتر چپگرا تصور کرده بودن و تشخیص داده بودن و وحشت داشتن که نکنه چپگرایان و کمونیست ها زمام امور رو به دست بگیرن و در حقیقت منافع سرمایه‌داری رو در خاورمیانه به خطر بندازن یک دومی که با متخصصان خودشون صحبت میکردن که ما بعد از شاه چه کسی رو باید دنبال چه کسی یا چه جریانی باید بریم اونا معتقد بودن که اگر ما بتوانیم به دنبال رهبران مذهبی بریم چون مردم از دیدگاه دینی با این رهبران یک الفت و یک وابستگی دارن به این سادگی نمیشه اون رژیم مذهبی رو ساقط کرد خب در این میبینیم متاسفانه روشنفکران ما به این مسئله توجه نکردن که مسئله ارتباط رهبران مذهبی و سوء استفاده کردن از باورهای دینی مردم تا چه اندازه بهانه‌ای بود برای تداوم ارتجاع سیاه در این 40 سال اخیر ما وارد بحث سیاسی نمیشیم بیشتر بحث اون جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی است و دنبال کردن باورهای جامعه بدون اینکه خود توهین بکنیم یا کم ارزش تلقی کنیم نه به معنای شناسایی و شناخت هست تا ببینیم با این جامعه ای که گرایشات دینی داره چگونه میشه برای نجاتش از دست تظلم و ارتجاع و خرافات نجاتش داد یادم میاد در زمان که کمونیست ها در ایران حزبی درست کرده بودن یک گروهی با توجه به اهمیت و گرایش با به اصطلاح سوسیالیست یا ارزش‌های سوسیالیستی معتقد بودن که ما میتوانیم به خدا اعتقاد داشته باشیم و سوسیالیست هم باشیم به اینا میگفتن سوسیالیست های خداشناس یا کمونیست های خداشناس که بعدها مارکسیست های مذهبی و یا نهضت آزادی و جریان های مذهبی ملی و یا مذهبی چپ رو ما شاهدش بودیم وارد این مقوله هم نمیشیم بحث سر اینه که مردم در جهان اعتقاد به یک نیروی دارن و این نیرو نام های متفاوتی داره به نام آفریدگار، خداوند، دادرس و مدد به جان مردم رسیدن به نجات مردم آمدن و از این صحبت ها واقعیت این که مطالعاتی که من روی قرآن کردم خیلی دقیق با تفسیرهای مختلف و با اینترپرتیشن های گوناگون و کلاس های متفاوت با متخصصانم صحبت کردم که اون چی که قرآن مطرح میکنه میگه که ما ای پیامبر اسلام ما برای هر قومی
پیغمبری فرستادیم، یعنی تو برای پیغمبر برای سایر اقوام نیستی و تو فقط موظفی که اهالی ام القرى یعنی اهالی مکه و اطراف اون رو در حقیقت هشدار بدی، بترسونی و هدایت کنی و راهنمای اونها باشی. اما چی شد که بعد از مرگ پیامبر جانشینان به سرزمین های دیگه حمله کردن؟ این حمله به سرزمین های دیگر یک حمله غیر انسانی، غیر قرآنی و غیر اسلامی است. پیریود. ما باید ببینیم به کجا کلا سرمون رفته. وارد این بحث هم نخواهیم شد، رو با متخصصان صحبت کردیم و باز هم صحبت خواهیم کرد. اما مولی به نام خدا، جامعه شناسان و روان شناسان و مردم شناسان کوشش کردند که این موجودیت یک قدرت، یک نیروی یا یک هستی بخشی به قول باورمندان زرتشت، این رو بشر در چه زمانی به آفرینش یک نیرو یا به باورمند شدن به یک نیرو پرداخت؟ مسئله تاریخ خدا و تاریخ خدای باوری در جهان عنوان یک بحثی است که من کتابی در راستا 20 سال قبل انتشار دادم به نام سیمای خدایان، ریشه خدای باوری رو در فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار دادم. اما برمیگردیم روی خدا در اسلام و در قرآن و در بین ملت عرب و فرهنگ سامی. آقای ابن کلبی یکی از محققان و یکی از نویسندگانی که درباره ادیان قبل از پیغمبر و باورهای مردم جاهلیت مطالعه کرده، کتابی داره به نام الاسنام و بیشتر محققین از این کتاب استفاده میکنن که مردم جاهل عرب یا مردم ناحیه عربستان قبل از پیغمبر به کدام دین و به کدام این خداوند معتقد بودن. گفته میشه اونها بت‌پرست بودن و سوال اینه که آیا بت یک تکه چوب میتونه آفریدگار جهان باشه؟ نه، اینا جنبه های سیمبولیک داشته. الان مثلا محققانی که روی ادیان قبل از پیغمبر مطالعه کردن میگن که مسئله مانا یا یک نیروی نادیده برتر در جهان دیگر یا فراسوی زمین در باورهای مردم عقب مانده ترین قبایل چنین باوری بوده، به یک نیروی معتقد بودن. روانشناسا معتقد هستن انسان برای جبران عقده حقارت خودش به آفرینش فراسوی خود و یا نیروی پرقدرت ترسخیش و کامل ترسخیش معتقد شد تا نیازها و خواستهای خودش رو از اون طلب بکن. وقتی دچار بیماری میشه، دچار نمیدونم سرطان میشه و زلزله میاد، صاعقه میاد و حوادث هولناکی پیش میاد، وقتی بشر قدرت جلوگیری این حوادث رو نداره، ناچار به یک نیروی دستیازی میکنه و از یک نیروی مدد میطلبه. این نیاز باعث آفرینش کانسپتی به نام خدا در بین مردم شده. وارد این مسئله هم نمیشیم، اما خیلی مهمه که بدونیم که این الله آیا بت بود یا خدا بود. عده‌ای معتقد هستند که در بتخانه کعبه قبایل مختلف هر کدام یک مثلا مجسمه ای رو به عنوان رپرزنت کننده هر قبیله و طایفه ای مورد پرستش قرار میدن. با خود پدر پیغمبر اسلام اسمش عبدالله بوده، بنده خدا، بنده الله. این اللهی که پدر محمد نام گذاری شده با اون اللهی که پیغمبر به عنوان خدای نادیده و با صفات مختلف مطرح کرده کاملا متفاوته. بنابراین پیغمبر اسلام
خدای نادیده یا نادیده بوت و اینویزیبل بوتی به نام همون کانسپت مانا یا نیروی برتر که آفرینش جهان و سرنوشت جهان و سرنوشت مردم به دست اوست رو جامعه شناسان اسمش میذارن مانا، یعنی یک نیروی برتری که ملل مختلف و جوامع مختلف و تمدن‌های مختلف در باورهای دینیشون بهش اعتقاد داشتن و بت‌هایی مثل لات و منات و عزا و الله اینها شفیع بودن، یعنی حتی خود الله بتی بوده شفیع برای مانا. منتها پیغمبر با ارتباط با یهودیان و سایر ملل و حتی زرتشتیان معتقد به یک خدای نادیده میشه و اون خدای نادیده رو با بت الله در یک کانسپت ارائه میده. بنابراین الله هم میتونه بت باشه و هم میتونه مانا باشه. این یه بحثیست که در بحث خداشناسی روش صحبت بود. و اما اصولا سوال اینه که آیا برای شناخت و باور مند بودن با این نیرو نیاز است که پیرو دین خاصی باشه بیم؟ در این راستا فلاسفه و جامعه شناسان و روان شناسان پاسخهای متعددی دادند. ما امروز مهمانی در برنامه داریم که ایشونی که از اعضای برجسته به اصطلاح نظام نوین وحدت نوین جهانی هستند. نام معتقدن ما به خداوند معتقدیم ولی نه ضرورتا خدای ادیان یا خدایی که به وسیله ادیان ارائه میشه. در این راستا من معرفی میکنم شما رو به این چهره و مهمان عزیز که یک بار هم با ایشون صحبت کردیم و امروز فرصت بیشتری خواهیم داشت که در تعریف خدا از دیدگاه غیر دینی مفهوم خدا و معنای خدا و وجود خدا رو برای ما توضیح بدن که فلسفه وحدت نوین جهانی در ارتباط کانسپتی به نام خدا پایگاه و موضعشون چیست. جناب آقای سعید حاتمی خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. ما مقدمتاً یک مقداری صحبت کردیم که بینندگان عزیز رو متوجه مفهوم و کانسپتی به نام خداوند یا آفرینش آفریدگار کنیم. از دیدگاه های مختلف بعداً صحبت میکنیم. من به شما میدان رو به شما واگذار میکنم که برای بینندگان ما توضیح بدید که دیدگاه شما چی هست و اصولاً وحدت نوین جهانی چیست و بنیانگذاران و به اصطلاح به وجود آورندگان این مکتب چه افرادی هستند یا چه افرادی بودند و امروز صحبت شما برای بینندگان ما چه خواهد. با اجازه مافوق‌ترین نیروی قدرت و عظمت ضمن تشکر از شما آقای آزادراد و عزیزانی که این برنامه رو دارن میبینن و میشنون، ابتدا میخوام عرض بکنم خدمتتون که آقای آزادراد یه اشاره کردن که دیدگاه ما به عنوان وحدت نوین جهانی متفاوت هست با ادیان، در صورتی که چنین چیزی نیست. من دعوت میکنم شما عزیزان رو به 6 تا مصاحبه‌ای که من راجع به همین موضوع داشتم با دیدگاه های متفاوت از یهود، از زرتشت، از اسلام و دین مسیح و کسی که باوری که به هیچ کدوم از ادیان نداره و تمام فرمایشات و دیدگاهشون بر مبنای علم هست و همینطور دیدگاه وحدت نوین جهانی راجع به 3 تا سوال که حالا اگر دوست داشته باشید خلاصه اون رو از اتاق فرمان خواهش میکنم پخش بکنن تا من بیشتر براتون توضیح بدم. با اجازه مافوق‌ترین نیروی قدرت و عظمت، با عرض سلام و درود خدمت همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن و میشنوند، من سعید حاتمی هستم، پیرو سلسله سمینارهایی که در منطقه امریکا به خصوص جنوب کالیفرنیا برگزار کردیم. سمینار دیگری مد نظر هست که برگزار بشه و از صاحبان عقاید و باورهایی که تبلیغ اون باور خودشون رو بیان میکنن و
صاحب نظر هستن. دعوت داریم میکنیم یک سوالی رو که از همه این عزیزان این سوال به صورت مشابه و یکسان پرسیده خواهد شد. آقای کشیش حمید، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. سوالی که از خدمت حضرت عالی دارم این هستش که آیا این عالم، عالم لایتناهی، خالقی داره؟ خداوند شبیه و مانندی در عالم هستی نداشته و نحوهی که سعی کرده با ما ارتباط برقرار بکنه توسط خادمینش از همون روزهای اول خلقت، دیگه هیچ ارتباطی بین انسان و خدا وجود نداشت. این ارتباط به وسیله گناه از میان برداشته شد. آقای دکتر اردشیر انوشیروانی هستن، پزشک بسیار معروف، روان پزشک بسیار معروف. همه چیز نیک از اون سرچشمه. بعد میگیم آقا پس این زن 45 ساله آدم نازنینی هم بود، زن زحمتکشی بود، اهل خانواده بود، اونجا رد میشد، از اون بالا یه دفعه تابلو ول شد، خورد تو سرش، این افتاد همونجا، خونریزی مغزی و بعدم از بین رفت. این چرا؟ این خدا که شما میگین در دقیقه به دقیقه کار ما داره دخالت میکنه، داره زندگی منو میچرخونه. الان اینجا من نشستم، اگه چیز بدی بگم که این خدا خوشش نیاد، این سخت میریز رو سر من، درست؟ جناب آقای دکتر شیرزاد ابراهیمیان که دکتر جراح ارتوپد میباشند. اینه که وقتی شما در مورد خدا صحبت میکنیم، لغته یکیه، ولی تصور افراد به چی هست فرق میکنه، توصیفش فرق میکنه. شما برای این عالم خالقی رو تحت نام خدا باور دارید؟ بله، بدون شک. اگه کسی یهودی هستش اعتقاد به خالق هست. خب به حالا خالق این خالق رو دین یهود چی اسمشو میذاره؟ امروز هم در خدمت عزیز دیگری هستیم، آقای دکتر علی نیری، فردی مشهور و شناخته شده برای عزیزانی که در منطقه اورنج کانتی، در کالیفرنیا و در سایر ایالت‌های دیگه و حتی خارج از امریکا هستن. تا جایی که ما امروز می‌دونیم، هیچ نوع شاهدی دال بر این که یک آفریدگار و پروردگاری وجود داشته نداره. امروز هم دعوت کردم از آقای مهندس عبدالعلی بازرگان که تخصص خودشون و تجربه خودشون و در جای متعدد میگه که او خالق همه چیز است. قول الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار، یعنی جهان های متعدد رو قرآن بیان نمی کنه، میگه هر چیزی آفریدگارش اونه و اون یکیه، واحده و واحدی که چیره است در واقع بر همه. امشب در خدمت یکی از عزیزان هستم که از دیدگاه و دکترین وحدت نوین جهانی پیروی میکنن و تبلیغ میکنن این دیدگاه رو. ایشون آقای مهندس داوود حمیدن هستن، مقیم هستن در شهر تورنتو کانادا. بسیار 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 لطیف و بسیار 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 قدرتمند و عظیم. ما بهش میگیم مافوق‌ترین نیروی قدرت و عظمت، و به عبارتی هستی مطلق. خب حالا قوانین طبیعت به خصوص در مورد فیزیک کوانتومی به ما میگه که اگر انرژی، مجموع انرژی یک فرض کنین سیستمی صفر باشه، خیلی مهمه، اگر صفر باشه شما میتونید از انرژی صفر یک فرض کنید که عالم به وجود بیاری، عالم نوزاد به وجود بیاری. لفظ نیستی به نظر من نمیتونه صحیح باشه، شاید بهتر بگیم هیچ. هیچ، بله، هیچ، هیچ. از هیچ معذرت میخوام، مبکرن از هیچ، 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 هیچ میشه گفت. حالا اصولا کلن حالا این خدا رو بشناسیم، چه فایده ای داره این خدا رو شناختن؟ و اما چه فایده ای میتونه داشته باشه این خدا شناسی؟
آیا یه اتومبیلی که یه کارخونه ای میسازه و میده بیرون و براش مهمه که سازندش کیه؟ چه اهمیتی داره؟ آیا بهتر کار میکنه وقتی بفهمه سازندش کیه؟ در اون گروهی رو درست میکنه روز به روز. و خب گاهی وقتی هم میشه که این در اون گروهی اینقدر جاذبش زیاد میشه که افرادی رو از این ور اون ور همینجور مثل براده آهن به خودش جذب میکنه و هی بزرگتر بزرگتر میشه. من و شما صحبتمون از اینجا شروع کردیم که بشر به بالا نگاه کرد، شما گفتید به پایین هم نگاه کرد. بشر امروز انقدر گرفتار تکنولوژی شده که فقط داره به تلفن هوشمندش نگاه میکنه، نه به بالا نگاه میکنه نه به پایین. و آیا دین برای غیر از این آمده که انسانها جایگاه خودشون رو در هستی درست تشخیص بدن و اون نقشی که باید ایفا بکنن انجام بدن، مناسباتشون با دیگران اخلاقی باشه، سلامت باشه، ایمنی باشه، لطف داشته باشه؟ دقیقاً این چیزیست که ما دریغ کردیم. به نظر من به درستی میگین، یعنی این لطفی که طبیعت در حق ما کرده رو ما متاسفانه پاسخ خوبی به طبیعت ندیم. ما لطف نمی کنیم اصلا. اتفاقا من فکر میکنم از یه در یه زمینه ای که ما پس رفت کردیم یکیش همینه، چون خب اون شناخت وجود نداره. شاید چون ببینید نیاکان ما اتفاقا، حالا به خصوص نیاکان ما ایرانی ها، توجه بسیار ویژه‌ای به طبیعت داشتن، ولی امروز ما این نگاه رو به طبیعت نداریم. خدا خودش که نیومده پایین به ما چیزی نشون بده. این دین ها اینها رو برای ما درست. یعنی خدا بالاست با توجه که شما مطلبی که شما میگید. حالا این چیزی که میفرمایید بله خیلی چیز جالبی، خدا جاش باید همون بالا باش. این به معنی این پایین رو زمین میاریم قوقا برپا میشه. پس جایگاه داره. این جاش اون بالاست. باید همون سر جاش نگهش داریم. لطفاً خواهش میکنم از تمام کسانی که این برنامه رو تماشا میکنه خدا رو بذارین همونجا بالا باشه. اون کار خودش کرده. کار روی این زمین دست ماست. من بهتون قول میدم. در کلام خداوند میخونیم که هدف خدا از آفرینش انسان دوستی و نزدیکی با انسان بوده. میدونیم در بهشت گناه به وجود اومد. پس فرمایش شما اینطوره که اگر شما که راجبه خدایی که دین مسیح معرفی کرده یکی از مهمترین فایده خداشناسی از این راه اینه که نجات پیدا میکنه، نجات پیدا میکنه که بتونه این فرد وقتی که این خدایی رو که از زاویه دین مسیح شناخت پیدا بکنه، با تعریفی که شما گفتید، توضیحی که شما دادید، هدف این که فایده اینه که بتونه اون فرد نجات پیدا بکنه. نجات پیدا. پس الان میشه گفتش که تمام مسیحیانی که باور به مسیح پیدا کردن الان نجات پیدا کردن. شما عزیزان رو دعوت میکنیم که پاسخ عزیزان رو بشنوید و بعد از اینکه این پاسخ ها رو شنیدید، این مطالب رو شنیدید، در یک سمیناری به صورت حضوری که در دو مرکز، یکی در منطقه لس آنجلس و یکی در منطقه اورنج کانتی برگزار خواهد شد، اونجا تشریف خواهید آورد و حضوری سوالاتی رو که دارید مطرح میکنید و عزیزان پاسخ اون سوالات رو به سمع و نظر شما میرسونن. همونطور که این برنامه رو بینندگان دیدن، با 6 دیدگاه من صحبت کردم و دعوت میکنم شما رو به خاطر اینکه بخواید این رو بیشتر توی متن کامل این مصاحبه قرار بگیرید، به یوتیوب اگه مراجعه کنید به فارسی تایپ کنید سعید حاتمی ویرگول بازرگان ویرگول حمیدین ویرگول وحدت نوین جهانی، و یا اینکه تشریف ببرید در فیسبوک تو قسمت سرچ یا جستجو تایپ بکنید به انگلیسی داوود حمیدین، تمام این مصاحبه ها وجود داره. استدعا میکنم خودتون ملاحظه بکنید و برداشتتون به هر صورتی که هست، اگر سوالی باز نظری داشتید این رو به ما منعکس بکنید. اما به طور کلی میخواستم اینو عرض بکنم خدمتون که بشر الان خیلی خیلی متفاوته با بشر 300 سال پیش، 400 سال پیش. به مطالبی رو که الان میخواد بهش عنوان بشه و طرح بشه، حالا فرق نمیکنه راجع به بحث خداشناسی باشه یا هر موضوع دیگه باشه، این رو بر اساس
آنچه که میشنوه میره بررسی میکنه، تحقیق میکنه، اگر چنانچه با سیستم و مکانیزم عقلی اون هماهنگ بود دنبال میکنه، وگرنه رها میکنه و دیگه پیگیرم نمیخواد بکنه. اما در نهایت خود بشر همیشه سوالات فراوانی براش به وجود داشته و به دنبال پاسخهای اونها بوده. حالا من کاری ندارم سوالات به چه صورتی بوده، ولی یکی از سوالات خیلی خیلی مهمی که براش وجود داشته اینه که کلن این عالم چیه؟ موقعیتی که من نسبت به عالم دارم چی هست؟ خود من چی هستم؟ بعد از فوت من چه اتفاق میفته؟ خالقی وجود داره یا نداره؟ و فراوان سوالات متعدد و عدیده. پیشنهادی که ما داریم این هستش که روشنفکران عقاید متفاوت، روشنفکران بیان در سمینارهایی که در اون سمینارها خرافات رو کنار بگذارن. چرا ما تاکید داریم رو روشنفکران؟ چون روشنفکران بر اساس اندیشه خودشون مطلبی رو پذیرفتن. خب در ابتدا در این سمینارها پیشنهاد ما بر این هستش که افرادی که روشنفکرانی که باور به خدا پیدا کردن، باور به یک خالقی پیدا کردن، تشریف بیارن در این سمینارها، بدور از هر گونه تعصب در حال حاضر اشتراک فقط به خدا رو دارن و کتب خودشون رو در معرض ارائه بدن و در این حالی که مطالب رو یک به یک دارن ارائه میدن، اگر چنانچه بغیر از کانسپت خدا مشترکات دیگه ای رو هم داشتن، این مشترکات رو یک کاسه بکنن، در یک جایی انباشته بکنن و به هیچ عنوان به موضوعاتی که باعث اختلاف هست نپردازن، اختلافات رو کنار بگذارن. چون الان عصری نیست، زمانه نیستش که ما به اختلافات بپردازیم. راه حلی رو که اون چارچوب رو که وحدت نوین جهانی ارائه داده این هستش که بایستی که اشتراکات استخراج بشه و در نهایت اختلافاتی که باقی میماند بر اساس آخرین پدیده های علم و دانش به اونها مراجعه بشه و اشتراکات رو به پیروان خودشون ارائه بدن و این همبستگی و این هماهنگی و این عدم دوری ها آرام آرام کاسته بشه و میتونه یک وحدتی رو بر اساس آنچه که باور داره به وجود بیاد. و اصولا توی همین نوارها هم اشاره شده وحدت نوین جهانی نه دین به خصوصیه، نه آیین به خصوصیه، یک داکترینی هستش که در این مجموعه افرادی که به باورهای دینی متفاوتی دارن هم حضور دارن، از گذشته اعضایی وجود داشتن در سراسر دنیا، الان هم هستن و این مطالب رو وقتی که ارائه میده میگه با مرجعیت عقل خودتون بسنجید، اگر چنانچه عقل شما این رو پذیرفت چه بهتر، اگر نپذیرفت رهاش بکنید و هیچ مانع و راده‌ای نباید برای شما وجود داشته باشه. و اما اصولی رو که باور داره وحدت نوین جهانی، چون خیلی از جاها اشاره میکنن جهان رو به سعادت میره با پول و اقتصاد، بعضیا میگن نه با اسلحه و زور، بعضیا با دیدگاه‌های نظرگاه‌های مختلفی داشتن. اما وحدت نوین جهانی باورش بر این هستش که جهان اصلاح نخواهد شد مگر اینکه ما اول خودمون رو اصلاح بکنیم و این خود اصلاح کردن هم نیاز به آگاهی داره، نیاز به دانش داره، واسه که مطالب رو بشنوه و اگر عقل خودش اونها رو تایید کرد بعد شروع بکنه به تمرین. اگه تمرین نکنه این اصلاح نمیتونه اثرپذیر باشه. مثل زمانی که شما بخواید یک شنایی رو یاد بگیرید، پیش یک مربی میرید، اصول رو فرا میگیرید، وقتی که اونها رو خوب با عقل خودتون پذیرفتید شروع میکنید به تمرین کردن. منتها تمرین هم حتما باعثی که با مربی باشه که مربی هم خودش اون تمرین ها رو انجام بده، نه که مربی باشه که فقط در کنار استخ بیسته یک آگاهی های رو بده ولی وقتی که خودش وارد استخ میشه نتونه هیچ فعالیتی رو ارائه بده به شاگردان خودش. درنچه وظایف مربیان بسیار بسیار مهم هست، به آنچه که بیان میکنن و به آنچه که ارائه میدن عمل بکنن و امیدوار هستم که عمل اونها در مسیر اول سازندگی خود و بعد سازندگی برای جامعه خودشون باشه. برای من خواستم خیلی خلاصه این رو خدمت شما ارائه بدم
باز اگه سوالی هست در خدمتتون هستم. اصلا که این مسئله نظام نوین یا وحدت نوین، منم به یاد یکی از سخنرانی‌های آقای بوش پدر که بعد از ریگان رئیس جمهور شد، اونها با اون جریان گورباچوف که عقب نشینی کرد و نمی‌دونم نظام کمونیستی رو با سرمایه‌داری نزدیک کرد و به گمان سرمایه‌داران دیگه کمونیست در جهان نابود شد، که اشتباه می‌کنن. ایدئولوژی نابود نمی‌شه، هیچ ایدئولوژی رو شما نمی‌تونید ایدئولوژی حضور داره. امروز همون من طرفدار کمونیست نیستم، ولی امروز یک کشور کمونیستی مثل کشور کره شمالی با نیرو و قدرت نظامی خودش و یا نیروی ویران کنندهی که در اختیار داره، دیگه اجازه به آمریکا نمیده که بلند چه بره نوریگار رو از یک کشور دیگه بیاره در آمریکا زندانی کنه، رئیس جمهوری کشور دیگه رو، یا بره نمیدونم صدام حسین رو بگیره از چاره بیاره بیرون اعدام بکنه. جرأت آمریکا نمیکنه که وارد خاک کره شمالی بشه و اون کاری که در خاورمیانه کرد انجام بده. به هر حال وقتی که به قول آقای بوش پدر نظام کمونیستی شوروی فروپاشی کرد، ایشون معتقد بود که ما وارد یک دوره نظام نوین جهانی شدیم. نظام هنوز من متوجه نشدم نظام نوین جهانی آقای بوش پدر منظوری که همه جهان داره به طرف سرمایه‌داری میره یا چه نظام نوینی هست، بنده هنوز نتونستم بفهمم. اما برمیگردیم به وحدت عالم انسانی در ادعای پیروان حضرت بهاءالله و یا مقایسه با وحدت نوین جهانی در ارتباط با اشتراکات روحانی ملل جهان پیرامونی کانسپت به نام خدا به قول شما. منتها در ادیان مختلف، یعنی ادیان خدای باور، چون ادیان خدای ناباور هم داریم، مثلا بودا خیلی خدای مرکزی نیست و جناب بودا هرگز اصراری نداره که در صفات خدا و وجود خدا برای پیروانش توضیح بده، او بیشتر دنبال آرامش انسان هاست. اما در ادیان توحیدی یا ادیان ابراهیمی روی کانسپتی، روی موضوعی به نام خدا خیلی تاکید دارن، منتها بعد از مسئله خدا و توحید خدا، یعنی خدای یگانه، چون ما خدایگان هم و خدایان داشتیم، پولیتئیزم، که بشر معتقد به خدایان متعددی بوده. ولی خب در مثلا ادیان ابراهیمی معتقد به خدای واحد هستند، یعنی وحدت در توحید در ارتباط به فقط یک خدا. اما این خدایان دستوراتشون در طول تاریخ فرق کرد، یعنی برای خودشون کتابی پیغمبری فرستادن به دنبالش نبوت و شرعیت یا شرعیاتی به دنبالش دارن. حالا این وحدت نوین جهانی که شما روی اشتراکات باورمندی به یک نیروی به نام خداوند تکیه دارید، آیا این خداوند شما دارای قوانینی هم هست، دستوراتی هم صادر کرده و اوامر و نواهی برای بشر به اصطلاح فرستاده که چه کار بکنیم چه کار نکنیم؟ و بنابراین با مقایسه با ادیان خدای باور، موضع و درکنین شما در ارتباط با فرامین این خدایان برای بشر چیه؟ ازم به حضور شما که شما اشاره کردید به آقای بوش و نظام سیاست. وحدت نوین جهانی به هیچ عنوان پیروی نمی‌کنه از سیاست‌های مخرب. چون البته خب وحدت نوین جهانی خودش یه سیاستی داره، ولی خب سیاستش بر مبنای شناخت و ارزم به حضور شما که شنیدن، مطالعه کردن و به منصه عقل و آگاهی خودش سپردن. شاید خیلی از واژه‌ها مشابه باشه، چون شما الان وحدت نوین جهانی شنیدید، چون به آقای بوش پدر اشاره کردید و به وحدت عالم لایتناهی، وحدت عالم انسانی. خب واژه‌ها به هر صورت برای اینکه مطلبی را ارائه بدن میاد، دیگه به کار میره.
اما اصولا وحدت نوین جهانی همونجوری که عرض کردم دین نیست، یک دیدگاه، یک داکترین هستش و فرامینی رو هم نداره که از جانب خدا بخواد فرمانی رو صادر بکنه بگه این کار رو بکنید یا نکنید. اصولا یعنی ما به خدا باور داریم، کار خودمون میکنیم، هر کاری رو که ببینید ما یه سری واژه ها رو باید اول با هم تعریف بکنیم، بعد ببینیم اگه این واژه های ما با هم یکسان هست و هر دو چیزی رو که داریم عنوان میکنیم یک مطلب برداشت شما، استنباط شما و استنباط من نسبت به این تعریف یکی هست یا نه، اونجا میتونیم بریم جلو. ما واژه خدا رو خیلی میشنویم توی همین برنامه ها، شما نگاه بکنید با 6 نفر که من صحبت کردم هر کدوم به یه طریقی دارن مطلبی رو ارائه میدن. مهم این هستش که اون شنونده ببینه کدوم این براش مؤثره. حالا من این سوال از شما میکنم به نام واژه ثابت، آیا شما که الان در اینجا توی این استودیو نشستید ثابت هستید یا در حرکتید؟ ثابت هستیم، هیچی ثابت نیست، حتی چیز ثابت هم دارای حرکتیم. خب پس واژه ثابت چی میشه؟ ما داریم به کارش میبریم در روز. ما جمعه نسبی داره ولی به کارش میبریم. ما باعثی که این واژه ها رو مشخص بکنیم ببینیم که از دیدگاه محاوره‌ای که با همدیگه داریم به چه طریقی هست. همین الان که من و شما در کنار هم نشستیم، در زمانی که این برنامه شروع شده تا الان کیلومترها از لوکیشنی که ما در این عالم وجود داشتیم تغییر پیدا کردیم. قبول داری؟ من معتقد به تغییر و حرکت هستم. پس چون تغییر وجود داره خب و هر آن این تغییر داره رخ میده، ما نمیتونیم تایید بکنیم یا قبول بکنیم چیزی به نام ثابت در هستی وجود داره. همیشه تغییره. همیشه تحوله. پس این خدای شما خدایی رو که من یا شما یا دیگری داریم تعریف میکنیم بر اساس شناختی که داشته ایم ارائه دادیم. شما اشاره کردید یک زمانی افراد در یک منطقه خدایانی رو برای خودشون میساختن، خدایانی رو برای خودشون نامگذاری میکردن. اون خدایی رو که نامگذاری کردن و اون خدایی که شناخت پیدا کردن، اون رو دارن ارائه میدن، یعنی اون چی که خودش دریافت کرده. و ما بایستی که خدا رو اول بیایم تعریف بکنیم ببینیم چیه. قبل از خدا باید خودمون رو تعریف بکنیم و همینطور عالم رو تعریف بکنیم. من دعوت میکنم از شما و بینندگان عزیز، چون وقت خیلی محدود هست، این برنامه رو که وحدت نوین جهانی راجع به خدا آقای مهندس حمیدین توضیح دادن رو ملاحظه بفرمایید که ببینید چگونه هست و بعد راجع به این قضایا سوالات و پرسش‌هایی وجود داشته باشه خواهیم پرداخت. منتها چون وقت شما خیلی محدوده نمیشه توضیح داد، ولی من اینجا یه اشاره‌ای هم بکنم. ما هر جمعه به جمعه برنامه‌ای داریم به وقت کالیفرنیا از ساعت 6:30 تا 8:30 که به مدت 2 ساعت هر کدوم از عزیزان سوالی راجع به این قضایا دارن، چون زمان مناسب وجود داره دعوتشون میکنم تشریف بیارن. در فیسبوک میتونن وحدت نوین جهانی یا تلفن رو اگر خواستن براشون ارائه خواهیم داد شرکت بکنن. اونجا زمان بیشتری هست، بیشتر میشیم ولی وحدت نوین جهانی دین نیست. وحدت نوین جهانی فقط یک دکترین هست و توسط 3 نفر آیان، دکتر حشمت الله دولت شاهی، دکتر عطاالله شاهپور و دکتر علی اشرف کشاورز، در از سال 1309 شروع شده و به جهان ارائه داده شده. کتاب‌های فراوانی هست، کتاب‌هاش هم در عرضم به حضور شما که کتابخانه‌های آمریکا، کتابخانه‌های دنیا وجود داره، از طریق آمازون هم میتونن دریافت بکنن، مطالبش رو ببینن و حدود 2 روز پیش، البته اون 2 نفر از بنیانگذاران در زمانهای خیلی قبل تحول پیدا کردن و آخرین بنیانگذار اون آقای علی اشرف کشاورز 2 روز پیش تحول پیدا کردن، در سن حدود 106-107 سال عمر داشتن، عمر زمینی. و من در اینجا تحول ایشون رو به همه عزیزانی که باور به وحدت دارن تبریک و تهنیت عرض می کنم و مراسم یادبودی هم برای ایشان در نظر گرفتیم در شهر ایرواین روز جمعه از ساعت 6:30 تا 8
اگر دوست داشتن تشریف بیارن ببینن دیدگاه ما نسبت به تحول چیست. خیلی متشکرم آقای ناظمی. برنامه که ما به پایان برنامه رسیدیم و باز ما پیرامون دکترین وحدت علوم جهانی با شما صحبت خواهیم کرد. و این آقای علامه طباطبایی یه نکته جالبی رو مطرح می‌کنه، میگه که خداوند به این نتیجه رسیده که شعور بشر و آگاهی و علم بشر به قدری رشد کرده که نه احتیاج به دین جدید نه پیغمبر جدید داره. بنابراین شاید به این علت به مهر خاتمیت و پایان رو بر به اصطلاح محمد و دینش زده که بعد از او خداوند احساس کرده که هر پیغمبر رو بفرسته این پیغمبران شعورشون فکر نمی کنم بیشتر از شعور عامه مردم باشه. البته این دیدگاه شما هست. باید نگاه کنین که ببینین که آیا واقعا همه مثل شما اینجوری فکر میکنن یا نه. ولی خب مثلا اینو بذارید به اصطلاح اختیار بینندگان. آره شما که پیغمبر نیستید که ببین نگفتین پیغمبر. شما گفتین ما نه پیغمبریم نه دین جدید. منظورم اینه که به اون پیغمبران و ادیانی که خودشون رو در حقیقت به مردم معرفی میکنن، این البته دیدگاه آقای علامه طباطبایی میتونه درست هم نباشه. من فقط به اصطلاح بیان کردم عقیده ایشون رو در ارتباط با رشد شعور و آگاهی و علم به اصطلاح بشر در ارتباط با بشورا. و چقدر خوبه که آقای آزادزاده مردم نظرها رو بشنون خودشون تصمیم بگیرن. خب دوستان، ما با همه شما وداع خواهیم گفت تا برنامه آینده. روز و روزگارتون خوش.